سلام با شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیروزی هستم فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید نسبت به دستیابی به توافق هسته ای میان ایران و گروه پنج با علاوه یک تا روز سوم آذر ماه خوشبین نیست حسن روحانی اما گفته اگر طرف مقابل زیاده خواهی نکند شرایط برای حصول توافق مهیاست با نزدیک شدن ضرب العجل مذاکرات هسته ایران و گروه پنج به علاوه یک جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز به ویان می رود تا روند گفتگوها را رو از نزدیک دنبال کند. همزمان با پایان دومین روز مذاکرات هسته ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است اگر طرف مذاکره برای توافق اراده سیاسی داشته باشد و زیاد خواهی نکند شرایط برای حصول توافق مهیاست آقای روحانی با ابراز خوشبینی گفته است درباره کلیات مسئله مذاکرات هسته‌ای و اهدافی که دنبال می‌کنیم و نیز حمایت از مذاکره کنندگان در نظام هماهنگی وجود دارد به گفته او حصول این توافق از لحاظ جهانی به نفع هم است چرا که می تواند شرایط اقتصاد جهانی را که امروز با مشکلاتی مواجه است با توجه به ظرفیت های اقتصادی بالای ایران به سمت بهبود هدایت کند در همین حال فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا می گوید نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک تا روز سوم آذر خوشبین نیست و شاید بتوان این مهلت را تمدید کرد وزیر امور خارجه بریتانیا پیش از این گفته بود به باور او دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران امکان پذیر است و اگر ایران انعطاف بیشتری از خود نشان دهد می توان به موفقیت دست یافت در همین حال معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید رسیدن به توافق جامع هسته ای با ایران تا سوم آذر ماه دشوار به نظر می رسد اما غیر ممکن هم نیست تونی بیلکن معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در جمع قانونگذاران آمریکایی گفت چنین پیداست که همکنون دستیابی به توافق خسته ای با ایران تا روز دوشنبه هفته آینده مشکل است و به نظر من در حال حاضر گفتن اینکه ما به کجا می رویم سخت در شدن است اما توافق جامعه هسته ای غیر ممکن نیست به در این حال گفته مسئولیت اصلی در دستیابی به توافق هسته بیشتر از آمریکا بر دوش خود ایران است وی تصریح کرد توافق نهایی بستگی کامل به این موضوع دارد که آیا ایران خواست و تمایل به برداشتن گامهایی دارد که به آمریکا و شرکایش اطمینان دهد که برنامه هستهایاش کاملا صلحآمیز خواهد بود یا نه ما مذاکره کنیم، اما در چنین مرحله ای نیستیم آخرین دور گفتگوهای هسته ایران و قدرت جهانی از روز سهشنبه کلید خورد اما هنوز حیط نمایندگان ایران و گروه پنج به علاوه یک با یکدیگر نشست مشترک نداشتند و مذاکرات تا کنون دو یا سه جانبه بوده است خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک منبع نزدیک به گروه مذاکره کننده هسته ایران گزارش داد این گروه طی روزهای گذشته هیچ گفتگویی با هم نداشتند و انتظار می امروز پنج شنبه با هم مذاکره کنند. این منبع در این حال تاکید کرده تا کنون هیچ بحثی درباره تمدید مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک مطرح نشده است. دیپلمات های ایرانی در روزهای اخیر نشستهایی با دیپلمات های آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا داشتند که در این میان دیدار دوجانبه آنان با هیئت‌های آمریکایی در هر دو روز تکرار شده است. ایرنا در گزارش دیگری نوشته عباس عراقچی و مجید تخت رمانچی معاونان وزارت خارجه ایران نیز با ویلیام برنز و وندی شرمن دیپلمات‌های آمریکایی دیدار کردند که این دیدار دو ساعت و نیم به طول انجامید در رویداد دیگر وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرده است که حل این مناقشه به ایجاد ثبات در منطقه میانه کمک می‌کند سرگئی لاوروف گفته است پیشرفت در این زمینه می تواند تاثیر مثبتی بر شرایط خاور میانه داشته باشد و کمک کند تا تلاشهایی که برای ایجاد خاور میانه آری از سلاح کشتار جمعی صورت گرفته است موفقیت و میز باشد. سرگی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه نیز دو روز پیش گفته بود که ایران و شش قدرت جهانی در نیمه راه حل مناقشه هسته‌ای قرار دارند. آقای ریابکوف تاکید کرده وزیر خارجه روسیه در صورتی در این دور از مذاکرات حضور می‌یابد که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در گفتگوها به دست آمده باشد. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس از دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا با یوسف بن علوی وزیر مشاور در امور خارجی عمان در لندن خبر داده است. به گفته یک مقام ارشد دولت آمریکا، دیدار آقای کری با همتای عمانی خود درباره سفر اخیر یوسف بن علوی به تهران بوده است. وزیر خارجه عمان پس از مذاکرات هسته‌ای مسقط شنبه شب در سفری غیررسمی به ایران رفت که برخی از تحلیلگران و رسانه‌ها این سفر را به مذاکرات هسته‌ای مرتبط دانستند اما وزیر خارجه ایران با رد این مسئله گفت آقای یوسف علوی در چارچوب روابط دوجانبه و گفتگوهای منطقه‌ای به ایران آمد و حامل پیام کسی نبود همزمان با برگزاری دهمین ده دور مذاکرات هسته ایران و قدرت های جهانی منابع خبری ایران گزارش دادند محمد جواد زری وزیر خارجه ایران از دو نماینده مجلس به شورای عالی امنیت ملی شکایت کرده است محمود نبویان نماینده مجلس با تایید این خبر به روزنامه شهروند گفته است وزیر خارجه ایران این دو نماینده مجلس را متهم کرده که در جهت منافع آمریکا کار می کنند و سخنانشان خلاف امنیت ملی است آقای نبویان افسوده طبق قانون این شکایت به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسیده و این هیئت اعلام کرده اظهارات من در راستای وظایف نمایندگی بوده است نبویان و کریمی قدوسی از جمله نمایندگان تندروی مجلس ایران به شمار می آیند که منتقد گفتگوهای ای هستند یک سایت وابسته به سپاه پاسداران هشت خواسته آمریکا از جمهوری اسلامی در مذاکرات عمان را منتشر کرد دبیر کل جمعیت ایسارگران نیز گفته پرونده مذاکرات هسته به خاطر سوء استفاده برخی پیچیده شده است در حالی که دور آخر مذاکرات هسته ای ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین اتریش از روز سهشنبه آغاز شده و طرفین تنها چند روز دیگر تا مهلت مقرر برای دستیابی به توافق نهایی هسته ای فاصله دارند فرمانده سپاه گفت شاید با ناشیگری مذاکره کنندگان در برخی مواقع لطمه به عزت ما وارد شود محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفت ساخت ظاهری نظام در مذاکرات هسته‌ای باید حفظ شود و با وجود ناشیگری تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران این آمریکاست که ذلیل شده است آقای جعفری افزود آمریکا دشمن ایران بوده و با ذلت دنبال توافق هسته‌ای است تا به اهداف خود برسد این فرمانده سپاه در این حال اضافه کرده آمریکایی ها در این زمینه اشتباه می کنند و علی خامنه ای اجازه نخواهد داد آنها به اهداف خود دست یابند. وی همچنین تصریح کرد ما تا زمانی که منافعمان ایجاب کند یعنی برداشتن تحریم های اقتصادی تلاش می کنیم و اگر این موضوع به نتیجه برسد همگان در میابند که موضوع فقط مسائل هسته است نه آرمان ها و ارزش ها. در رویدادی دیگر هم یک سایت وابسته به سپاه پاسداران هشت خواسته آمریکا از جمهوری اسلامی در مذاکرات عمان را منتشر کرد این سایت نوشته شرط نخست آمریکا برای توافق هسته‌ای با ایران تبدیل راکتور آبسنگین عراق به راکتور عادی است آنطور که این سایت نوشته آمریکا در مذاکرات کاهش میله‌های سوخت نیروگاه فعلی عراق از 150 میله سوخت در راکتور به 20 میله سوخت را نیز نپذیرفته است. بر اساس این گزارش، آمریکا در مذاکرات اعلام کرده تحقیق و توسعه از سانتریفیوش های نسل یک نباید بالاتر برود و تأسیسات فوردو به یک مرکز مطالعاتی تبدیل شود. عدم پذیرش تحقیقات بازفراوری کاهش زخایر 3.5 درصد از 8.5 تن به 500 کیلو و کاهش برد موشک ایران به 150 کیلومتر از دیگر شرطهای آمریکا برای توافق هسته ای اعلام شده است. این گزارش افزوده آمریکا همچنین خواستار پیوستن ایران به پیمان منع جامعه آزمایش هسته است و به طرفهای های مذاکره کننده ای ایران گفته حل و فصل پرونده هستهی سی سال به طول خواهد انجامید. یکی دیگر از شروط آمریکا در مذاکرات به نقل از این سایت وابسته به سپاه پذیرش بازرسی های فراتر از پروتکل های است و در تحولی دیگر حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران گفته پرونده مذاکرات هسته‌ای به خاطر سوء استفاده برخی در داخل ایران پیچیده شده اما حزب الله نباید دولت حسن روحانی را یک تهدید محسوب کند آقای فدایی از کسانی سخن به میان آورده که میخواهند از دستاوردهای احتمالی مذاکرات هسته‌ای برای بقا در قدرت استفاده کرده و نظامی ها را مسئول تحریم ها علیه مردم ایران معرفی کنند وی ای افسوده این افراد میخواهند موفقیت مذاکرات هسته را به حساب دولت روحانی و یک جریان سیاسی خاص بنویسند در حالی که موفقیت های سی سال گذشته نظام به خاطر رهبری بوده است. دبیر کل جمعیت ایسارگران در بخش دیگری از سخنان خود قرائت آن دست از نیروهای حزب الله که دولت حسن روحانی را تهدیدی برای نظام می‌دانند قرائتی نادرست خوانده است فدایی افسوده نظام از حسن روحانی برای نشان دادن این مسئله که جمهوری اسلامی اهل مذاکره است استفاده می کند. پس جدید مذاکرات ایران با گروه پنج به علاوه یک و با محوریت آمریکا پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی در ایران آغاز شده و به پیشرفت نیز رسیده است. محافظ کاران تندرو به مذاکرات خسته ای و عملکرد دولت روحانی در این مذاکرات نگاه خوشبینانه ای ندارند. با معرفی محمد فرهادی به عنوان پنجمین گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت علوم سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با استقبال از این معرفی گفته آقای فرهادی راه سختی در پیش ندارد چرا که وی کسی نیست که از معاونین مشکل دار استفاده کند و در دوره های مسئولیت خود چه در وزارت و چه در هلال احمر امن عملکرد مثبت و قابل دفاعی داشته است دیگر نمایندگان تندروی مجلس از جمله حمید رسایی و بسیاری دیگر نیز از این معرفی استقبال کردند. به نظر می رسد این موضوع با دخالت علی خامنه رهبر نظام حل شده است. محمد فرهادی در دولت های گذشته وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت بوده است. اصاندار اسفان از وجود فیلم هایی در ارتباط با اسید پاشی های در اسفان خبر داد که به گفته او نشان می عامل اسید پاشی های اسفان مشکلات روانی دارد. رسول زرگرپور در این حال با اشاره به پوشش زنان از انگیزه عقیدتی به عنوان یکی از سه دلیل احتمالی این اسیدها نام برده اما احتمال آن را ضعیف ارزیابی کرده پیش از این هیچ یک از مسئولین اشاره به وجود فیلم در ارتباط با اسیدپاشی های اصفهان نکرده بودند ناصر جورکش پدر سویلا جورکش از قربانیان اسیدپاشی‌های های اصفهان بیشتر گفته بود پلیس با استفاده از دوربین های ترافیکی به راحتی می سوار عامل این اسید پاشی را ردیابی کند. حسین درخشان با اعلام اف مابقی حبسش از سوی علی خامنه ای خبر از آزادی خود از زندان اوین داد. آقای درخشان به 20 سال حبس محکوم شده بود و 6 سال در زندان بود. به که سالها در کشورهای کانادا و انگلستان زندگی کرده اندک زمانی پس از بازگشت به ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شد این اتهام در جمهوری اسلامی ایران اتهامی سنگین است و خیانت به مساله ملی کشور محسوب می شود اما در چند رویداد حقوق بشری وکیل مهدی هاشمی پیش بینی کرد که او در نهایت تبرعه خواهد شد. حبس صادق زیبا کلام به پرداخت 5 میلیون تومان جریمه تبدیل شد و پلیس اعلام کرد چهار نفر به اتهام توهین به مقدسات در وایبر بازداشت شدند. روز گذشته نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواست تا مجازات اعدام را متوقف کند. وکیل مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی پیش بینی کرد که او در نهایت تبرئه خواهد شد محمود علیزاده تبابایی قبل از شروع هجدهمین جلسه دادگاه موکل خود موضوع پرونده مهدی هاشمی را سیاسی دانست وی گفت در واقع موضوع اصلی پرونده اکبر هاشمی رفسنجانی است نه مهدی و من مطمئن هستم که موکلم تبرئه خواهد شد وکیل مهدی هاشمی خود همچنین پیش بینی کرد که دادگاه موکلش حداقل ده تا پانزده جلسه دیگر ادامه داشته باشد. مهدی هاشمی دوم مهر ماه سال 1391 پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. وی 26 آذر 1391 پس از نزدیک به سه ماه حبس با قرار وسیقه آزاد شد. در رویدادی دیگر هم، صادق زیبا کلام در وبلاگ خود در یادداشتی خطاب به قضات دادگاه شعبه سی و تجدید نظر نوشت از اینکه حکم هجده ماهه محکومیت بنده را تبدیل به پنج میلیون تومان جزای نقدی نمودید سمیمانه و از عمق وجودم ازتان سپاسگزاری می نمایم. شاید بسیاری به محکومیتم از همان ابتدا با نگاهی مشکوک می نگریستند و به تب حالا هم شک و شبههشان دیگر تبدیل به یقین می شود. اما بنده میدانم که اتفاقا آن محکومیت چقدر جدی بود و چگونه و چرا برخی از آقایان حقیقتا به دنبال فرستادنم به اوین بودند. به همین خاطر است که واقعا و صمیمانه از شما سپاس گذارم. سعید قاسمی یکی از رهبران حزب الله به دادگاه انقلاب تهران احضار شد. قاسمی از ارائه توضیح درباره علت احضارش خودداری کرده است. در رویدادی دیگر هم دو باب دیگر از مغازه های شهروندان بهایی در نشتارود به بهانه تعطیلی در دو روز اول محرم پلم شد. این در حالی است که روز گذشته نیز چهار باب مغازه شهروندان بهایی در این شهر پلم شده بود. یک منبع مطلع در این خصوص گفت دلیلش را به مالکان اینطور اعلام کردند که چون بهاییان اول و دوم محرم که تعطیلی رسمیشان است کار نمی کنند این از نظر اماکن و اصناف غیر قانونی است در حالی که هر سنفی اجازه دارد پانزده روز از سال علاوه بر جمعه ها مغازهش را تعطیل کند دو روز اول محرم یکی از مناسبت های آین بهاییان است در تحولی دیگر نیز به دنبال شکایت فردی از یک گروه وایبری چهار نفر به اتهام توهین به مقدسات در وایبر دستگیر شدند یکی از شهروندان با طرح شکایتی مبنی بر ایجاد گروهی در شبکه اجتماعی وایبر توسط افرادی که با بارگزاری مطالب توهین به دستورات اسلامی توهین می کنند خواستار شناسایی خاطیان شد. معموران پلیس فتا پس از شناسایی چهار نفر از عاملان این اقدام را دستگیر و به منظور رسیدگی به پرونده قضایی آنها آنان را به شعبه 825 مجتمع قضایی شهید قدوسی منتقل کردند. در همین حال روز گذشته نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد قطنامه ای را تصویب کرد که در آن نگرانی عمیق این سازمان از نقض حقوق بشر در ایران و آمار بالای اعدام ها قید شده است. به گزارش از شیتت پرس در این قطنامه از ایران خواسته شده امواع بدرفتاری و خشونت از جمله شکنجه را متوقف کند این قطنامه در پی گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران به رأی گذاشته شد این در حالی است که جمهوری اسلامی تا کنون از صدور روادید به آقای شهید برای سفر به ایران سرباز زده است نماینده ایران در سازمان ملل قطنامه کمیته حقوق بشر را بیهوده و غیر مفید خوانده و گفته که پیشرفت های مثبتی که در دوران آقای روحانی در ایران حاصل شده در این قطنامه قید نشده است. در رای گیری این قطنامه که روز سهشنبه انجام شد 78 کشور رای مثبت، 35 کشور رای منفی و 69 کشور رای ممتنه دادند. این قطنامه برای نهایی شدن به شورای امنیت فرستاده خواهد شد. تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد حاکی است برای جلوگیری از پدیده گرمایش زمین کافی نیست و به اقدامات بیشتری طی سالهای آینده نیاز است مدیر اجرای برنامه محیط زیست سازمان ملل تاکید کرده این گزارش روند نگران کننده ای را ترسیم می کند در این گزارش تصریح شده به رغم قول مساعد آمریکا چین و اتحادیه اروپا پدیده انتشار گاز دی اکسید کربن در فضا تا سال 2050 همچنان به روند سعودی خود ادامه خواهد داد و پس از آن دیگر برای هر گونه اقدام پیشگیرانه ای دیر شده است. دادستان دادگاه قاهره برای محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر تقاضای صدور حکم اعدام کرد. دادستان آقای مرسی و برخی رهبران گروه اخوان المسلمین را به توطئه علیه منافع ملی مصر متهم کرده است. به گفته دادستان این دادگاه آقای مرسی برخی اسناد امنیتی را در زمان ریاست جمهوریش به سازمان های اطلاعاتی خارجی از جمله ایران لو داده است رئیس جمهوری پیشین مصر همراه 34 نفر از رهبران گروه اخوان المسلمین همچنین متهم به همکاری با گروه های شبه نظامی از جمله حماس برای بی ثبات کردن مصر هستند. محمد مرسی میگوید مشروعیت دادگاه را به رسمیت نمیشناسد. جلسه بعدی این دادگاه قرار است هفته آینده پنجم آذر ماه برگزار شود. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به ترکیه سفر خواهد کرد تا با مقامات این کشور پیرامون چگونگی همکاری ترکیه با نیروهای ائتلاف گفتگو کند در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد آنکارا پیش از ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه به نیروهای ائتلاف نخواهد پیوست بهنام امینی از ترکیه و جزئیات بیشتر در آستانه سفر جو بایدن معاون آقای اوباما به ترکیه روز گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بار دیگه به سراحت بر این موضوع تاکید کرده که تا هنگامی که هدف نیروهای اطلاف تشکیل منطقه پرواز ممنوع در سوریه نباشه کشورش به این اطلاف نخواهد پیوست این در واقع چندمین باره که ترکیه به ویژه پس از آزادی گروگانهاش از دست نیروهای گروه تروریستی داعش دو پیش شرط اساسی رو برای پیوستن به نیروهای اطلاف مطرح میکنه پیش از آزادی شهروندان ترکیه از اسارت داعش مقامات این کشور همواره بر این موضوع تاکید داشتن که با نگرانی از امنیت جان گروگانها تصمیم ندارند، دست به اقدامی بزنن که موجب تحریک نیروهای داعش بشه اما پس از آزادی گروگان های ترک مقامات این کشور گفتند اکنون روی دیگر سیاست ترکیه رو خواهید دید در واقع مجموعه این گونه اظهار نظرها بود که امید زیادی رو در میان افکار عمومی ایجاد کرد که ترکیه موضع تندتری رو در قبال گروه تروریستی داعش اتخاذ بکنه و یا دست کم در مورد کوبانی فراتر از موضع انسانی و حقوق بشری گام براره با وجود این نزدیک به دو مو از این رویدادها میگذره ولی ترکیه در طی این مدت همواره همون دو پیش شرط اساسی خودش رو برای پیوستن به نیروهای ائتلاف مطرح کرده نخوسان که باید در حد فاصل مرز ترکیه و سوریه منطقه پرواز ممنوع ایجاد بشه و دو که هدف نیروهای ائتلاف تنها مبارزه با گروه تروریستی داعش نباشه و موضوع رژیم اسد و تغییر این رژیم هم هدف این نیروها باشه این دو پیشر دست کم در طی مدت از سوی امریکا و نیروهای ائتلاف پذیرفته نشد اما این هفته وزیر خارجه ترکیه گفته که اخیرا مواضع امریکا در مورد رژیم اسد به آنکارا نزدیک شده آقای شغلو حتی گفته بود که ایجاد منطقه پرواز نیازی به مجوز سازمان ملل متحد نداره حالا البته روز جمعه آقای جو بایدن به ترکیه سفر خواهد کرد و قرار است تحولات منطقه و در رأس اون بحران سوریه و عراق رو با مقامات این کشور به بحث و گفتگو بذاره باید دید در پایان این گفتگوها تا چه اندازه ترکیه میتونه امریکا رو قانع به پذیرش پیش شرطهاش در مورد سوریه و آینده رژیم اسد بکنه اگر به واقع این انتظار ترکیه از سوی نیروهای اعتلاف و در رأس اون مقامات امریکایی برآورده نشه این احتمال وجود داره که ترکیه پیش از فصل زمستان به صورت یک جانب دست به ایجاد منطقه حائل در حاشیه مرز خودش با سوریه بزنه پلیس استان قم خواستار اعلام تعطیلی دو روزه در قم همزمان با برگزاری کنگره بینالمللی خطر جریانهای تکفیری در این شهر شد کازم مجتبایی فرمانده انتظامی استان قم با اعلام این درخواست از حضور چهار هزار پلیس برای تأمین امنیت این کنگره خبر داده است کنگره خطر جریان های تکفیری به ریاست ناصر مکارم شیرازی و جعفر صبحانی هفته آینده در قوم برگزار خواهد شد. قرار است در این کنگره مقالاتی در بررسی جریان های طالبان، سلفی ها، القاعده، داعش و بوکوهرام ارائه شود. این برای نخستین بار است که در جمهوری اسلامی کنگره در سطح جهانی و با موضوع گروه های نوظهور رادیکال اسلامی در ایران برگزار می شود. در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس که امروز پنجشنبه برگزار شد، امیر حسین پس از 35 سال تبعید اعلام کرد به زودی به ایران باز می گردد. به بنیانگذار سازمان موج سبز و تلویزیون فارسی رها و از فعالان اقتصادی در اروپاست. محمد رزا شاهید خبرنگار ما از پاریس گزارش می داد. صبح امروز پنجشنبه آقای امیر حسین جهانشاهی در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور خبرنگاران داخلی و بین المللی شرکت داشت و در مورد بازگشت خودش و دلایلش برای حاضران سخن گفت. آقای جهانشاهی در ابتدا گفت Cela fait 14 mois que j'ai mis sur la table la réconciliation nationale dans mon pays. امیر حسین جهانشاهی ابتدا به زبان فرانسه اشاره کرد که چرا این تصمیم را گرفته و چرا حد اکثر تا پایان بهار امسال به ایران خواهد رفت او میگوید خود را فراتر و متفاوتتر از هیچ ایرانی در داخل ایران نمیداند آقای جهانشاهی اضافه کرد من آگاهانه میدانم چه میکنم و پاسخهای من به شما خبرنگاران صمیمی و منطقی است او در بخشی از گفته هایش در پاسخ به خانم سارا دماوندیان گفت این مسئله این صحبتتون اعلام کردید یکی اینکه شرایط وخیم اقتصادی کشور و دیگه اینکه اعتقاد دارید به قوانین جمهوری اسلامی آیا قصد دارید که در جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کنید برای بهبود بخشیدن به شرایط وخیم اقتصادی و اینکه آیا شما ولایت فقیر رو که اصل اصلی نظام جمهوری اسلامی هست آیا بهش اعتقاد دارید که به قوانینش میخواین عمل کنید یا نه؟ شما در فرانسه زندگی میکنید؟ شما ممکنه همه قوانین من و کشور فرانسه رو قبول نداشته باشی ولی اگر اینجا زندگی میکنید باید تمام قوانینش رو اجرا بکنید اگر قبول نداری، باید برید یک ادهی رو قانه بکنید که بیان سر کار قدرت رو بگیرم و تمام قوانین رو عوض میکنم تغییر قوانین دو راه داره یا انقلاب و زور یا از طریق انتخابات و قوانین خود اونا ام امروز من به, به این اعتقاد رسیدم که جای من در ایران برای خدمت کردن به ام مملکت در این صورت مثل هر شهروندی در, قو... در کادر قوانین و من کار باید کار از این شهروندها ها در زندان هستن عده ایشون کشته شدن و یک عده بسیارشون زندگی روزمره با سختی انجام میدن من جزو این سه گروه خواهم بود اما در مورد چی کار خواهم کرد اگر هدف من سرمایه گذاری به معنی سرمایه گذاری برای پول درآوردن مطمئن باشی اینقدر عقل و معاش دارم برای که خودم رو توی راه نمیداختم پنج سال پیش و میتونستم از دیگه برم تو کشورم سرمایه گذاری کنم بدون اینکه خط قرمز من بگرد بشم آقای جانشایی آیا تا این لحظه به این موضوع فکر کردید که وقتی به ایران برسید اولین جمله‌ای که به خودتون خواهید گفت اون جمله چی میتونه باشه؟ نه ولی چیزی که میتونم بگم وقتی برای اولین بار از کشورم خارج شدم برای خودم چی گفتم از این نشست و همینطور گفتگو گزارشی در دست تهیه است که روز شنبه 29 نوامبر در برنامه زیر آسمان پاریس مشاهده خواهید کرد یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی علی خامنه‌ای در واکنشی به ادعاهای اکبر هاشمی رفسنجانی از اینکه برخی به دروغ میگویند اظهار تأسف کرده است هاشمی رفسنجانی چندی قبل در دیدار با اسرای جنگی گفته بود وی در زمان جنگ مانع از اعدام یحیی رحیم صفوی به جهت بیکفایتی شده است آقای رحیم صفوی پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم به تلاش برای به دست آوردن جایگاه رهبری پس از مرگ خمینی کرده بود. صادق آمونی لاریجانی رئیس قوه قضایی گفته است این سخن درستی نیست که بگوییم اگر فلان سازمان را از قوه قضایی بگیریم فساد کمتر می شود. وی به طرح جدید مجلس درباره گسترش اختیارات وزیر دادگستری اشاره و با اعلام مخالفت خود با این طرح تاکید کرد قوه قضایی نیازمند حمایت مجلس دولت و نهادهای حکومتی است و توقع نداریم طرحی در مجلس تصویب و یا مطرح شود که خلاف قانون و خلاف شرع است سازمان ملل متحد از رهبران جهان خواست که برای مبارزه و ریشهکن کردن سوء تغذیه به عنوان یک معضل جهانی اقدامات بیشتری انجام دهند به گفته کارشناسان دو میلیارد نفر در جهان از گرسنگی پنهان یا کمبود مواد مغذی رنج میبرند به گزارش خبرگزاری فرانسه نمایندگان 190 کشور جهان در نشستی که به طور مشترک توسط سازمان خاربار و کشاورزی و سازمان بهداشت جهانی ترتیب داده شده شرکت کردند. در این کنفرانس که 22 سال پس از اولین نشست سوء تغذیه برگزار می شود، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان نیز شرکت دارد. مارگاریت چان رئیس سازمان بهداشت جهانی خطاب به هیئت‌های شرکت کننده در این نشست گفت بخشی از جهان ناموزون ما هنوز از گرسنگی می میرد و بخش دیگر تا حد چاقی مفرد خود را انباشته می کند. خانم چان افزود برای بعضی از کشورهای آسیایی و آفریقایی وارد کردن مواد غذایی از تولیدان ارزان تر است. به همچنین تصریح کرد با تولید صنعتی مواد غذایی به شکلی به شدت فراوری شده و غیر سالم و با بهای بسیار ارزان نظام غذایی دنیا شکسته شده است. او از کشورهای جهان خواست با ابتکارهای مؤثر با نهادهای مدنی، جامعه علمی و بخش خصوصی همکاری کرده و برای یافتن راه حل درست برای بهداشت مناسب تلاش کنند. خبرگزاری فرانسه در ادامه می نویسد، در دو دهه اخیر اقدامات بسیاری برای از بین بردن سوء تغذیه انجام شده است. آمار مبتلایان به سوء تغذیه در سال 1992 و همزمان با برگزاری اولین نشست حدود یک میلیارد نفر بود و در سال 2014 به 805 میلیون نفر کاهش یافته است. سوء تغذیه فقط گرسنگی نیست. به گفته کارشناسان دو میلیارد نفر در جهان از گرسنگی پنهان یا کمبود مواد مغذی مانند ویتامین آ، آهن و روی رنج میبرند. در حالی که 42 میلیون کودک و 500 میلیون بالغ به چاقی یا چاقی مفرد مبتلا هستند. مارگارت چان گفت سیاره ای ما در حال از دست دادن ظرفیت های لازم برای زندگی انسان ها با سلامت مناسب است. کسی پیش بینی نمی کند که رشد جمعیت جهان بر افزایش تولید مواد غذایی پیشی بگیرد. اما این مواد غذایی باید سلامت مردم را بهبود دهد. نمایندگان کشورهای شرکت کننده در مراسم افتتاحیه اعلامیه روم درباره سوء تخصیه و یک برنامه کاری را تصویب کردند. این اعلامیه نه تنها بر غذای سالم بلکه بر حل مشکل پرخوری و بیتحرکی تاکید می کند. در این اعلامیه آمده است، عوامل خطرزای مربوط به نوع تغذیه و فقدان فعالیت جسمی مناسب ریشه ده درصد از ناتوانی جسمی و بیماری های جهان است. در همین حال، مدیر کل سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد به شرکت کنندگان این نشست گفت هنوز به پایان خط نرسیده ایم. مسئولیت ما تبدیل این تعهدات به نتایج قطعی است. من امیدوارم در طول این نشست شما نمایندگان اهدافی را اعلام کنید که حتی بالاتر از چیزی است که تاکنون بر سر آن توافق کرده ایم. چهره های شاخص این نشست ملکه اسپانیا، ملیندا گیتس همسر بیل گیتس، جفری ساش اقتصاددان و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان بودند. پاپ فرانسیس قرار است امروز پنج شنبه در این نشست سخنرانی کند. برنامه عمل که مکمل اعلامیه روم درباره سوء تغذیه است، شامل 60 توصیه به کشورها برای توسعه و به کارگیری برنامه های ملی در جهت بهبود تغذیه و همچنین افزایش سرمایه گذاری در این زمینه است. گرازیانو دا سیلوا مدیر سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل گفت بیایید با هم کار کنیم و نسلی باشیم که گرسنگی و سوء تغذیه را به تاریخ می سپارد. بنابر آخرین گزارش برنامه جهانی غذا بحران مالی جهانی و تغییرات پیش بینی نشده آب و هوایی از عوامل اصلی افزایش گرسنگی در جهان به شمار می رود. با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم ممنونم که با ما همراه بودید شب و روز شما خوش